درود و شب شما بخیر. به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. پایان حمله گروهی مهاجمان انتحاری بر یک مرکز آموزش امنیت ملی. این حمله ساعت 8:30 صبح آغاز شد و تا ساعت 4:20 دقیقه پس از چاشت ادامه پیدا کرد. سر کوچه دیم بلا منزل خالیس در یه داخل کنن و فیرکان شروع سایه محل وحشت زده است دیگه. مردم این تمسار و زیاد به تکلیف است. انتقاد باشندگان از نهادهای امنیتی. شمار از دانش آموزان که از این حمله جان سالم به در آوردن میگویند که رهبران نهادهای امنیتی از مقامهایشان باید کنار بروند. خواستیم از دولت نیست، وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت کلگ استعفا بده، وقتی نمیتونم. امروز که صدها جوان دیروز شهید شد، فردا خودمون ما میشیم. به خاک سپاری گروهی شمار از قربانیان حمله مرگبار دیروز شهر کابل. در این گورستان خواهر و برادر را نیز دفن کردند که هر دو شاگردان صنف 12 و هم صنفی بودند. مادر خبر نداره، پدر خبر نداره، خواهر خبر نداره. دو اتاق بجود از یک سر کچالو و یک کلو لوبیا دیگه چیز نداره. و محکوم شدن این حمله از سوی کشورها و سازمانهای جهانی. ایالات متحده آمریکا حمله انتحاری بر یک مرکز آموزشی را در کابل که در آن 48 تن کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند سخت نیکوهش می‌کند. من صدف امیری هستم با مشروع خبرهای ساعت. گروه از مهاجمان انتحاری امروز بر یک مرکز آموزشی امنیت ملی در کابل حمله کردند. گواهان رویداد میگویند که مهاجمان انتحاری با یک ساختمان نیمه کاره در ساحه قلعه وزیر حوزه 5 شهر کابل وارد شدند و از آنجا بر یک مرکز آموزشی امنیت ملی با جنگ ابزارهای سبک و سنگین شلیک کردند. آنان می افزایند که این حمله ساعت 8:30 صبح آغاز شد و تا ساعت 4:20 دقیقه پس از چاشت ادامه پیدا کرد. گروهی از مهاجمان انتحاری وارد ساختمان 5 طبقه نیمکاره در منطقه قلعه وزیر در حوزه 5 امنیتی شهر کابل شدند و بر یک مرکز آموزشی نیروهای امنیت ملی با جنگ افزارهای سبک و سنگین شلیک کردند. باشندگان محل با ترس و هراس در حال فرار از نزدیک محل رویداد هستند. تعمیر یک تعمیر نیمه تمام است، یک ساختمان است که تازه ساخته می شد. به گفته باشندگان اینجا در اطراف از این تعمیر همش خانواده های خود این منطقه زندگی میکنن، غیر نظامیان زندگی میکنن. نیروهای امنیتی به محل رویداد میرسند و چرخبال ها نیز بر فراز محل رویداد دیده میشوند. دیدن که فایرکان زیاد شد، یک فایر بود، ما فکر میکنیم که مرکز تعلیمی زی پولی ما فایر از وا بود. بعدا که دیدیم که فایرکان از کوچه شد، بعدا نمیسر کوچه دیم بلا منزل خالیس در یه داخل شدن و فایرکان شروع سایه محل وحشت زده است دیگه. مردم این تو بسیار و زیاد به تکلیف است. مهاجمان برای نزدیک به 9 سال با نیروهای امنیتی درگیر شدند. باید دولت جلوی از این چیزا را بگیره، از این زد خورده را بگیره و از این انتحاری ها را بگیره. دیروز هم همه یک انتحاری در منطقه دشت برچی کابل رخ داده بود و رویداد غزنی بیخی مردم خسته شده از این رویداد ها و از این جنگ ها. وزارت امور داخله میگوید که مهاجمان در یک موتر کرولا خودشان را با جنگ افزارها و مهمات به این ساختمان رسانیده بودند، اما در این حمله به کسی آسیب نرسیده است. شما یا شهروندان حمله بر یک بخش مسئول و آن هم بر یک بخش مربوط به امنیت ملی را نشانه روشن از ناکامی نهادهای کشفی و استخباراتی کشور در جلوگیری از چنین حمله ها می گویند. از سوی هم حمله دیروز بر مرکز آموزشی موعود بار دیگر کارایی نهادهای امنیتی را زیر پرسش آورده است. شمار از دانش آموزان که از این حمله جان سالم به در آوردن می گویند که رهبران نهادهای امنیتی از مقامهایشان باید کنار بروند. از سوی هم برخی از خانواده های در منطقه دشت برچی زندگی می کنند از سرنوشت فرزندانشان نگران هستند و می گویند که فرزندانشان را با ترس و دلهره به بیرون از خانه می فرستند.
نمای دردناک یک صنف آموزشی که دیگر آواز دانش آموزان در آن شنیده نمی شوند. دختر جوانی که در صنف دیگری از این آموزشگاه درس می خواند، اکنون برای گرفتن کیف کتاب و قلمش آمده است و برای دوستانش اشک می ریزد. امروز در اینجا نه حرفی از قلم و کتاب است و نه گپی از آموزش و درس. نمای کنونی صنف بسیار دردآور است. اینجا دیوار است که دیروز پس از انفجار بالای دانش آموزان اینجا افتاد و چندین تن را زخمی هم ساخت. در اینجا تخته که استاد در اون نوشته میکرد و شاگردان نوت میگرفت، گویا ریاضی میخواندن. اکنون میبینیم که در اونجا آثار خون دیده میشه. و در این طرف هم چوکی ها و میز هایی که دانش آموزان در اون مینشستن و بروی از اون نوشته میکردند و نوت میگرفتن، اکنون همش به هم ریخته و در هر گوشه از اونها هم آثار خون دیده میشه. و اینجا هم کفش و بوت و چادر و کتاب دانش آموزان دیده میشه که اکنون شاید بسیاری از آنان در میان ما نباشد. بر چهره معصومه 18 ساله هنوز ترس حمله روز چهارشنبه دیده میشود. ما میخوایم که بگویم این سوال داشته باشیم کمی جوابگوی ما شاگردا، ما جوانا کی است؟ در این میان جوانانی که تا 3 ماه پیش در این نهاد درس میخواندند، نمای ویران شده این آموزشگاه آنان را تکان داده است. خواستیم از دولت امیس، وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت کلگ استعفا بده، وقتی نمیتونم. امروز که صدها جوان دیروز شهید شد، فردا خود ما میشیم. اینجا دختر جوان دیگری که از حمله روز چهارشنبه جان سالم به در برده است، صحنه های دود و خون هنوز آزارش میدهد. دیگه مو صدا منور زحمر که کمک میکردن، امور میگرفتن میآوردن، خیلی مو صحنه خیلی یعنی خرابتر صحنه زندگی بود که ما دیده بودم. مادرش نگران جان اوست، اما میگوید که آماده است او را به آموزشگاه دیگری بفرستد. این با نوع از مقام های حکومتی سخت انتقاد میکند. یک قدری مردم به دولت بی غیرت است، تنهای خدا میگیره. امی چرا وظیفه خود انجام نمیده؟ چه قدر توکای سایکو خدا شاهد است، یک قدر جوانا قتل شد. در حمله بر این مرکز آموزشی در حدود 60 تن جان باختند و در حدود 70 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی هم امروز شماره از گورستان‌های غرب کابل و نیز گورستان‌های برخ از ولایت‌های دیگر گواه خاکسپاری ده‌ها جوان بودند که در حمله مرگبار دیروز در پایتخت جان باختند. در میان پیکرهای 9 تن از جوانان دختر و پسر که به گونه گروهی به خاک سپرده شدند، پیکر دختر مسافر نیز بود که یک هفته پیش از غزنی به کابل آمده بود و نزدیکانش حتی به مراسم خاکسپاری او رسیده نتوانستند. از سوی دیگر در این گورستان خواهر و برادر را نیز دفن کردند که هر دو شاگردان صنف 12 و هم صنفی بودند. فردای یک روز مرگبار پیکرهای جوانان به خون خفته ای را به گورستان میبرند. پیکرهای نوتن از جوانان دختر و پسر آورده شدند تا با آرزوهایشان یک جا به گونه گروهی به خاک سپرده شوند. میسم که در کنار جسدهای عزیزانش نشسته است، اشک در چشمانش خشکیده است. میگوید که هرچی را داشت دیگر از دست داده است. دولت اصلا وجود نداره. اگر دولت وجود می داشت، حق تحصیل را زکار نمیگیرد. و چی جرم کشته شدن اینا؟ اینجا در دامنه کوههای کروغ یک گور گروهی برایشان کنده می شود. گروهی از همسن و سالان انجان باختگان از بحر از دست دادن این جوانان فریاد سر می دهند. تا که این همه بیدن گورهای دست جمعی می کنیم. این سوتر پیکر بیجان نگینه دیده می شود. در میان اشک و ناله هم قطارانش، اما دور از خانواده‌اش. نگینه دانش آموز بود و یک هفته می شد که به کابل آمده بود و می خواست درس بخواند. اما بدون اینکه حالا خانوادهش از او چیزی بداند، یه جا با تمام آرزوهایش خوابیده و قرار است تا لحظات دیگر از میان این همقطارانش هم بره و در کنار شماری از همسر نوشتانش تا ابد به خواب بخوابد. پیکری او را بر دوش می کشند و در آخرین دیدار با او خداحافظی می کنند. مادر خبر نداره، پدر خبر نداره، خواهر خبر نداره. دو اتاق بجود از یک سر کچالو و یک کلولو بیا دیگه چیز نداره. درد از این که بزرگتر نمیشه دیگه.
این تنها فاجعه این رویداد نیست. دردی سنگین تر از این به خانواده فرزانه و عطاءالله رسیده است. هر دو صنف دوازدهم مکتب هم صنفی و خواهر و برادر بودند و اکنون نیز در کنار هم زیر خواب می روند. تر به تن نداشتم. دانش‌آموزای دیدم که جگر و قلبش برآمده بودند. دانش‌آموزای دیدم که یک قسمت پایش بدنش به یک جای افتیده بودند، یک قسمت بدنش به یک جای دیگر افتیده بودند. مردمانی که برای به خاک سپاری این جوانان آمدند بر حکومت سخت خشمگین هستند. قبول بکنیم که نهادهای محترم امنیتی یا نتوانسته یا نکرده. 9 تن از جوانان دختر و پسر امروز در اینجا به خاک سپرده شدند. افزون بر اینجا شماری از گورستان‌های کابل و برخی از ولایت دیگر گواه خاک سپاری جوانانی بودند که در حمله مرگبار دروز جان باختند. مردم در اینجا میگه که هنوز هم بیش از 10 تن در طب عدلی هستند و هنوز کیستی آنان روشن نشده است. گلاب‌الدین غبار، طلوع نیوز. تمامی قربانیان حمله انتحاری بر آموزشگاه موعود کمتر از 20 سال عمر داشتند. بیشتر این دانش آموزان از خانواده های نادار و کشاورز برخواسته بودند و از ولایت ها به کابل آمده بودند. گواهان این رویداد میگویند جسدهای برخی از این دانش آموزان پارچه پارچه شده بودند. جوانان که از حمله انتحاری بر آموزشگاه موعود جان سالم به در برده اند میگویند که هیچ امیدی از رهبران حکومت وحدت ملی و مسئولان امنیتی ندارند. از دو صنفی که تا دیروز در آن ده ها تن درس می‌خواندند اکنون ویرانه ای بر جا مانده است. حمله کننده این تاریخ که اکنون گمان می‌رود همچون دانش آموز در این مرکز آموزشی ثبت نام کرده باشد، هنگامی که زنگ تفریح به صدا در می‌آمد مواد همراهش را در میان دانش آموزان در اینجا منفجر ساخت. برآمدیم دیدم دستایم خون پور شده بود گلش که هم دخترها رو همراه دخترها برآمدیم دیدم خودم زنده، یعنی هیچ زخمی نشده بودم. وسایل دانشجویان را اینجا گردآوری کردند. این بانو آمده است تا وسایل دختر مامایش را که از ولایت دایکندی از بحر آموختن به کابل آمده بود با خودش ببرد. 340 افغانی تمام پول این دانش آموز است. شماری از این بیکا سوختن، تلفونا سوختن. بسیاری از این بیکا بیشترشان خونالود هستند. خاکالود، خونالود، کتابچه های دانشجویا غرق خون است. بعضشان این مقدار مواد خوراکی خود می آوردن، در صنف می خوردن چون وقت زیاد برای نان خوردن و خانه رفتن نداشتن. این گناه مردم فقط این همیسته که طالب نمیشه، داعش نمیشه، القاعده نمیشه، بیان اینجا در طب و انجینری کامیاب میشن، این خار چشم بقیه است. تمامی دانش آموزان این آموزشگاه فرزندان خانواده های کشاورزان و ناداران بودند که از ولایت ها برای فراگیری دانش به پایتخت آمده بودند. سید علی و فریدون که نجات یافتگانی هستند که از غزنی به کابل آمدند و با دو جوان دیگر در این اتاق که هم اتاق خواب است و هم آشپزخانه زندگی می کنند. این دروازه اتاق رحمان و عزت الله است. آنان 10 روز پیش به کابل آمده بودند اما امروز جسدهایشان به خاک سپرده شدند. کوثر که 14 ساله نشده بود در صنف نهم درس می‌خواند و آرزو داشت در دانشگاه پزشکی کابل درس بخواند. یاسر که از نجات یافتگان حمله انتحاری است میگوید که جسد خواهرش را روی دستان خودش به شفاخانه برده است. کوثر افتیده بود. کوثر در جایش افتیده بود. فکر کردم زوف کرده باشه. گرفتمش بالایش کردم. بالایش کردم گرفتم بالا آمدم. دیگه دبغلم گرفتمش. بعد از اون قسمتش دقیقا همین قسمت زیر گلولش چرا خورده بود. یک قسمت دیگه هم دقیقا اینجا بود. متاسفانه کوثر 2 ساله بود که پدر خدا دست داد. 160 دانش آموز دختر و پسر از این صنف که اکنون از آن تنها و ایرانی بر جا مانده است به دانشگاه های پزشکی کشور راه یافتند. اول نمره کنکور پارسال و نیز سوم و چهارم نمره کنکور امسال در همین جا آموزش های آمادگی کنکور را دیده بودند. حمله مرگبار دیروز کابل با محکومیت‌های جهانی روبرو شده است. از این میان ایالات متحده آمریکا با نکوهش این حمله میگوید که این حمله تلاش هراس افغانان برای دامن زدن به خشونت‌های فرقه‌ای بوده است.
تا لحظات دیگر. متهم شدن حکومت به ناتوانی در تامین امنیت. ادامه خبرها. برخی از آگاهان مسائل سیاسی کشور مسئولان امنیتی را به ناتوانی در تامین امنیت کشور متهم می‌سازند. آنان می‌گویند که اوضاع امنیتی کشور در مقایسه با 17 سال گذشته بدتر شده است. این سیاستگران آنچی را که ادامه بی‌پروایی‌ها و کجروی‌های حکومت می‌گویند فاجعه بار می‌دانند. ناامنی‌های اخیر در کشور به ویژه در پایتخت، حمله گروهی طالبان بر شهر غزنی با واکنش‌های شماری از چهره‌های سیاسی کشور روبرو شده است. آنان رهبران حکومت را در تأمین امنیت مردم و پیشبرد بهتر کارهای حکومتی ناکام می‌دانند. متأسفانه در بازی‌های کوچک سیاسی، بانبازی و مسائل بسیار کوچک اینا دخیل هستند و مشغول هستند و متأسفانه که رهبری حکومت در قسمت پیشبرد برنامه‌های استراتژی خود حتی از این حالت بحرانی می‌خواهد که به نفع خود استفاده کند و این واقعا دردآور است. برخی دیگر از آگاهان امور سیاسی به این باور هستند که هرگاه حکومت خلاهای کنونی در نهادهای امنیتی را از رهگذر مدیریت و استخبارات جدی نگیرد، اوضاع امنیتی کشور از این هم بدتر خواهد شد. یک جنگی عادی هم که صورت بگیرد جا با جا از کابل نیرو میخواین و دیگه کمک میخواین و وقتی که این موضوع پخش میشه هنوز هم دشمن دلیرتر میشه که اینا ترسیدن و وحشتی را گرفته فرا گرفته اردو را. اما مسئولیت خود به جای بیاره، خب حداقل این مسئولیت به اختیار کسانی بگذاره که واقعا خدمتگزار به جامعه هستن. رهبرا میبینین؟ کسی که خود تکداران قوم میگیرین. از شروع حکومت وحدت ملی توافق امنیتی را با ایالات متحده آمریکا نظام فعلی امضا کردند به اسم پیمانی امنیتی. آیا این پیمانی امنیتی برای مردم افغانستان چقدر مسئولیت دارد؟ اما حکومت گفته است که فعالیت در حدود 20 گروه هراس افغان در کشور در برابر نیروهای امنیتی چالش است و نهادهای امنیتی میکوشند تا به نابسامانی های کنونی پایان بدهند. تا لحظات دیگر. تلاش حکومت در امر مبارزه با فساد. ادامه خبرها. سازمان شفافیت جهانی تلاش‌های حکومت افغانستان را در کار مبارزه با فساد اداری نابسنده می‌داند. مسئولان این سازمان می‌گویند هرگاه حکومت بر تعهداتش در راستای مبارزه با فساد اداری به گونه‌ای درست عمل نکند، افغانستان نخواهد توانست به هدف‌های توسعه پایدار در زمان تعیین شده دست یابد. از سوی دیگر وزیر اقتصاد فساد اداری را پس از ناامنی و ناداری یک چالش بزرگ فراراه توسعه اقتصادی در افغانستان میگوید. وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری بخش خصوصی نمایشگاه فراورده‌های داخلی را در کابل برگزار کرده است. در این نمایشگاه معین وزارت اطلاعات و فرهنگ از شهروندان کشور می‌خواهد که برای نیرومند شدن صنایع کشور از فراورده‌های داخلی کار بگیرند. از سوی هم شمار از صاحبان صنایعی که فراورده‌هایشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند برای فراورده‌هایشان از حکومت می‌خواهند که یک نمایشگاه همیشگی ایجاد کند. یک فرصت دیگر برای بازاریابی به فراورده‌های داخلی. این بار فرارسیدن جشن آزادی کشور و نیز عید قربان انگیزه راه اندازی نمایشگاه اختر بازار شده است. کچری سخت یا میدان افغانستان وی خامخای د خپل وطن د بهبود د ترقی د پاره وکاروي. په دغه نندارتون کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه لکه د ننګرهار، سمنګان، بامیان، مزار شریف او د کابل څخه زموک خویند یا ورونه خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي.
نمایندگان بخش خصوصی در مراسم گشایش این نمایشگاه از پیشرفت‌ها و نیز از چالش‌ها در برابر صنایع کشور سخن می‌زنند. دریدش قلم داسی تو کی تولیدی کی چې افغانستان کې خودکفایی تر حد دی، یعنی هیڅ ضرورت نسته چې هغه د افغانستان نه بیرون وارد شي. په بعضی ولایتونو کې برق تر دوسه پورې صنایعات نه دی رسیدلی. این نمایشگاه پای زنان و مردان صاحبان صنایع را از بخش های گوناگون کشور به اینجا کشانیده است. پتنوس دی، جک دی، دیگونه دی، دا مونږ په خپل جلال آباد کې تولیده و او درې کاله د کارخانې وتی دی. ما اگر در سوپرمارکت ها در یک جای میرویم تولید وطنی خود نشان میتیم، هنوز میگن که ما از تولید وطنی استفاده نمیکریم. نمایشگاه اختر بازار برای 6 روز در پارک حبیب الله زازی در ناحیه 12 شهر کابل برگزار شده است و صاحبان صنایع انتظار دارند که با فرا رسیدن عید از این نمایشگاه دستاوردهای خوبی داشته باشند. تا لحظات دیگر، سرازیر شدن سیلاب ها در بخش های جنوبی هند. و خبرم از جهان این که شمار قربانیان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در بخش های جنوبی هند به نزدیک به 70 تن رسیدند. در این حال گروه های نجات تلاش دارند تا آسیب دیدگان را از بخش های آسیب دیده بیرون بکشند. شمار قربانیان سیلاب های مرگبار در ایالت کرلا در جنوب هند به 67 تن رسیدند. مقام های این ایالت گفتند که در این رویداد بسیاری از خانه ها و زمین ها نیز ویران شدند. در همین حال برخی از مردم نیز برای کمک به آسیب دیدگان آستین برزدند. ما به گونه روشن می دانیم که برای ایجاد اردوگاه ها چه چیزهایی نیاز است. ما می خواهیم موادی را که به اینجا می آیند و آنچه را که گروه های مددرسان به اینجا آوردند ساده بسازیم. آب را به هر طرف منحرف می سازیم، اما با کمبودهایی روبرو هستیم. ما از حکومت می خواهیم لطفاً به ما کمک کند. آنان میگویند که احساس بشردوستی آنان را واداشته است تا به آسیب دیدگان کمک کنند. کارهایی که اینان انجام میدهند فقط برای آرامش مردم است. نیازهای آنان برآورده شده است از بحر احساس بشردوستی ما به اینجا آمده. این سیلاب ها حتی میدان هوایی این ایالت را نیز فرا گرفته است و از همین رو پروازهای میدان هوایی ایالت کرلا به حالت تعلیق درآمدند. در همین حال اداره هواشناسی هند از بارانهای سخت در روزهای آینده نیز هشدار داده است و میگوید که بارانها تا روز شنبه آینده ادامه خواهد داشت. و کاخ سفید دو برابر ساختن تعرفه‌های گمرکی را بر برخی از کالاهای وارداتی ایالات متحده آمریکا از سوی ترکیه نکوهش می‌کند. سخنگوی کاخ سفید می‌گوید که این اقدام ترکیه پشیمانی این کشور را به بار خواهد آورد. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا افزایش تعرفه‌های گمرکی را بر واردات برخی از کالاهای ترکی از بهر منافع امنیت ملی‌اش می‌داند، اما افزایش تعرفه‌های گمرکی را از سوی ترکیه یک اقدام تلافی جویانه عنوان می‌کند. از همراهیتان به خبرهای این ساعت طلوع سپاسگزارم. وقت بخیر، خدا نگهدار. و ما در طلوع نیوز نگاه دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. پایان حمله گروهی مهاجمان انتحاری بر یک مرکز آموزشی امنیت ملی. این حمله ساعت 8:30 صبح آغاز شد و تا ساعت 4:20 دقیقه پس از چاشت ادامه پیدا کرد. انتقاد باشندگان از نهادهای امنیتی. شمار از دانش آموزان که از این حمله جان سالم به در آوردند میگویند که رهبران نهادهای امنیتی از مقامشان باید کنار بروند. و خاکسپاری گروهی. شمار از قربانیان حمله مرگبار دیروز شهر کابل. در این گورستان خواهر و برادر را نیز دفن کردند که هر دو شاگردان صنف 12 و همصنفی بودند. و محکوم شدن این حمله از سوی کشورها و سازمانهای جهانی.
سازمان ملل متحد از نیرومند شدن دوباره شبکه القاعده در افغانستان نگران است. یافته های یک گزارش تازه این سازمان نشان می دهند که 17 سال پس از آغاز جنگ ضد راس‌افغانی در افغانستان، شبکه القاعده به نقطه نیرومند رسیده است و رابطه این گروه با طالبان محکم است. این گزارش می افزاید که تهدید بزرگ بعدی در منطقه از القاعده خواهد بود. در بخش دیگر این گزارش آمده است که اکنون تهدید القاعده جدی‌تر از تهدید داعش است. آیا القاعده در برگشت است؟ سازمان ملل متحد از بازگشت تهدید بن لادن دیگر هشدار می‌دهد. یافته های گزارش کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که حمزه بن لادن، پسر 29 ساله اسامه بن لادن، راه پدرش را در پیش گرفته است و به افغانستان آمده است. در بخشی از گزارش این سازمان آمده است، ائتلاف القاعده با طالبان و گروه های دیگر هراس افغان در افغانستان استوار است. وزارت دفاع و دیگر بخش های حکومت امریکا عموماً رابطه طالبان و القاعده را دست کم می گیرند، در حالی که رابطه میان این گروه ها در 17 سال جنگ افغانستان ناگسستنی مانده است. هرچند مقام های امریکایی پیش از این از شکست شبکه القاعده در افغانستان سخن زدند و گفتند که تنها در حدود 100 عضو این گروه در افغانستان ماندند، اما کابل از نقش برجسته این گروه و جنگجویان خارجی در جنگ غزنی سخن میزنند. دوی دی غزنی دی همجوار ټول ولایتونو لا تروسی شبکه چې دوی سره خارجی اتباع دی القاعده مربوط او د داعش افراد هم په دغه عملیاتو کې برخه درلوده. دا قوت په دومره اندازه باندې هجومي حملات راوړل چې دوی وکول څول چې د خار په کمربندي پوستو کې اشخاص او افراد په هجومي حملو باندې شهیدان کی او پوستې په ثقیل تراو باندې هدف ونیسي او پوسته تخریب کی. بسیاری از حملاتی که بالای پاسگاه های نیروهای امنیتی ما عملات خود را انجام میدن، بالای او پوسته های امنیتی تبعای خارجی پاکستانی هم دیده می شد آنها و گروه های القاعده هم در قسمت ها دیده می شد. طالبان نقش جنگجویان خارجی را در جنگ غزنی در کنار این گروه نپذیرفتند. در بخش دیگر این گزارش آمده است که بخش های مرزی میان افغانستان و پاکستان همچنان پناهگاه امن رهبران القاعده به شمول ایمن الزواهری رهبر این شبکه و حمزه بن لادن شناخته می شوند. یک نویسنده و شاعر کشور داستان واقعی زندگی 24 سرباز قهرمان کشور را نوشته است. امان پویامک مجموعه این داستان ها را در یک کتاب زیر نام نیمرخ قهرمانان به همکاری مالی بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغان چاپ کرده است. آقای پویامک کتاب نیمرخ را مستند داستان در بخش نظامی میگوید که نیمرخ دیگر سربازان که خانواده های آنان هستند در این کتاب به تصویر کشیده شدند. نیمرخ قهرمانان مجموعه از 24 داستان واقعی سربازان قهرمان کشور است که در 181 صفحه به چاپ رسیده است. زندگی های اکبر اندرابی، عبدالآقا، وهاب، تمیم و 20 سرباز دیگر همچون سربازان قهرمان در این کتاب به تصویر کشیده شدند. 24 نفر ما در این کتاب زندگیشان آوردیم. هر کدام از اینا یک الگو میتونه باشه به سربازهای دیگر. هر کدام از اینا میتونه که یک راه باشه برای کسایی که با آسایش زندگی میکنن ببینن که چطور این آسایش از کجا بدست آمده. شهید و شوی و سرتیر و کسانی که کتاب نیمرخ قهرمانان را خواندند به این باور هستند که شهروندان کشور تنها نیم از رخ سرباز که همان داشتن لباس‌های نظامی، جنگ افزار به دست گرفتن و رزمیدن است به چشم می‌بینند، اما از نیمرخ دیگر این سربازان که خانواده‌های آنان هستند چیزی نمی‌دانند. همین که پیش روی من چند نفر شسته هستند که دست خود از دست دادن یا پایش دست دادن. ما غیر از اینکه برایشان سر فرود میارم، ارای احترام میکنم، ولی تاریخ باید با اینا افتخار کنه. اینا به خاطر دزدی کار نکردن، اینا به خاطر قصب زمین مانند بعضی جنایتکارا نکردن. اینها از ترس دشمن چکای سمنتی را به چهار طرف خود نگرفتن، اینا رو روی دشمن رفتن به خاطر ننگ و ناموس این وطن. از این افتخار بیشتر چی میتونه اینا داشته باشه؟
خوانندگان این کتاب می گویند که داستانهای واقعی خانواده های این سربازان در این کتاب نشان می دهند که بسیاری از سربازان پس از آن که عضو از اعضای بدنشان را در نبردها از دست می دهند دیگر به فراموشی سپرده می شوند. 24 داستان واقعا یک مستند داستانی بسیار بسیار خوبی است که بر اولین بار در افغانستان شاید این کار صورت گرفته. از نیروهای دفاعی افغانستان همون نیم روخی که عبارت از قهرمانی و اجرای رسالتی که وطن و مردم برای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان سپرده چیزی رو در او تحریر کردند که خیلی دلچسب است. ما اظهار امتنان میکنم. این کتاب جلد نخست یک مجموعه چند جلدی است و نویسنده این کتاب میگوید که جلدهای بعدی این کتاب داستانهای دیگر از سربازان قهرمان کشور را به تصویر خواهد کشید. خانواده در ولایت غزنی ادعا دارند که در اثر بمباردمان های هوایی 16 تن از اعضای خانوادهش جان باختند. اعضای این خانواده میگوید که 11 تن از اعضای خانوادهش و 5 تن از مهمانانشان در نتیجه بمبارهای هوایی نیروهای دولتی جان باختند. اما والی غزنی از این رویداد بی‌خبری میکند. در همین حال جمعیت هلال احمر میگوید تا اکنون در حدود 300 جسد را از جاده های شهر غزنی گردآوری کردند. اینجا روستای خوشحال مینا در شهر غزنی است. باشندگان این روستا نیمه های سه‌شنبه شب گواه حمله های هوایی نیروهای دولتی از بحر نابودسازی طالبان بودند. این هم خانه است که گفته می شود تمامی اعضایش در یکی از این حمله ها جان باختند. یکی از اعضای این خانواده می گوید که 11 تن از اعضای خانواده و 5 مهمانشان در این حمله جان باختند. 11 نفر خود برادرای ما بود، قد بچه و قد سرسره خود. 5 تا میمون ما داشتیم. همشیرای ما بود، قد آماد خود. خب. همشیرای شد تایره که انداخت کرد. بعد مصوب که مادم خبش میتوال بود. 16 نفر مشهید دادیم. شهاده ایماست. خب. ما به گناه اینجا برای ما خورزده ما و بیمانا و کلگی شهادت رسید. این چه رقم دولت است، این چه رقم خدمت با ملت منه، این چه رقم ولی تیاره روز بام نمندازه، این از طرف شهاد خانه مردم. باشندگان محل میگویند که از این خانه 13 جسد پیدا شدند و 3 جسد دیگر هنوز هم زیر آوارها هستند. باز برای قرآن به خدا یهود ها لگه ایتا کار کنه ولی اگر نصارا هم ایتا کار کنه. نه یک لقمنان گم بود با قرآن با ذات خدا پیسه یک کیلو ما سره داشت. هر طالب سره غط اصله نه وله پا وله بلا که غط اصله ما دایو چه سره دلیه طول سره وله اصله وله دولت سره مهمات اصله غط اصله ور سره وله خدای سری پا تیاره دلتا کرده ده تیاره بمباری وکه وله پا کرونو بندیم. اما ولی غزنی از کشته شدن اعضای این خانواده آن هم در بمباران نیروهای دولتی اظهار بیخبری میکند. تروس دیمو تسبیه روانه ده و دیمو ده خساره د تثبیت او د ملکی خلکو ته چکم مرجوب لا وخت هغه کمیټه کار کو تر اوسه دغه اطلاع دقیق نه ده. هر چند سازمان ملل متحد از جان باختن بیش از 100 غیر نظامی و بیش از 100 تن از نیروهای دولتی در درگیری های چند روز گذشته شهر غزنی خبر داده است، اما جمعیت هلال احمر میگوید که تا کنون بیش از 250 جسد را از بخش های گوناگون این شهر گردآوری کرده است. دی مړو تعداد تر دې نور هم ډیر زیات ده. همدا اوس هم د ښار په لرو پرتو سیمو کې پوستو کې او په شخصي کورونو کې تر اوسه پورې هم جسدونه سته مړې سته. طالبان بامداد روز جمعه حمله گروهیشان را بر شهر غزنی آغاز کردند و پس از درگیری های چند ساعته بسیاری از بخش های این شهر را در اداره خودشان درآوردند و سرانجام پس از 4 روز نیروهای دولتی از پسگیری این بخش ها سخن گفتند. مقام های محلی بدخشان میگویند که نزدیک به 70% جوانان در ولایت بدخشان بیکار هستند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که نبود زمینی کار برای جوانان سبب شده است تا بیشتر جوانان معتاد مواد مخدر شوند و یا هم به صفوف مخالفان مسلح دولت بروند. آمریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که 25% از جوانان در صفوف نیروهای دولتی و 5% دیگر آنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی مشغول کار هستند.
از روز جهانی جوانان اینجا در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تجلیل می شود. در این مراسم مقام های محلی، باشندگان بدخشان و جوانان این ولایت شرکت کرده اند. مقام های محلی بدخشان از افزایش روزافزون بیکاری در میان جوانان نگرانی می کنند. پروژه هایی که در مرکز بدخشان از او استفاده میشه، پروژه ها به گونه مافیایی است و هر کس که میگیره سلیقه‌ای فقط اشخاص مربوط به خودش استفاده میکنه و در این زمان عدالت تطبیق نمیشه در سطح ولایت، در سطح افغانستان و به خصوص در بدخشان. از سوی هم شماری از جوانان حکومت را در برابر خودشان به بی‌پروایی متهم میکنند. جوانا کمبودی کار است که وظیفه ندارن، اما تحصیل کردن، اما تحصیل خوب کردن، اما بخششان وظیفه نیست. به عنوان روز جوان، به عنوان سمبولیک در افغانستان برگزار میشه، اما به مشکلات جوانان توجه نمیشه، چون فعلا جوانا بیشترش دچار بیکاری هستن که از این بیکاری رنج میبرن و روی میارن به مواد مخدر. جوانان بدخشان میگویند که اگر حکومت زمینه کار را برای جوانان کشور فراهم نکند، شماری از این جوانان به مواد مخدر معتاد خواهند شد و شماری دیگری آنان برای پیدا کردن لقمه نانی به بیرون از کشور مسافرت خواهند کرد. با آن دیدی که با یک جوان را ببینه نمیبینه و باور عزیز است که اینا تقریبا نیروی دانه های شطرنجی بزرگ سال های هستند که بدخشان وجود داره که کاملا قابل قبول نیست و تقریبا همیشه وقت جوانان را حکومت محلی بدخشان از پس آینه ای دیده که در آن آینه بزرگ سال ها قرار دارند. شماری از آگاهان به این باور هستند که هرگاه حکومت کشور را امن سازد و زمینه استخراج معادن را مساعد کند، بیکاری از کشور از بین خواهد رفت. دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه جنوب از افزایش روزافزون تلفات غیرنظامیان در کشور نگران است. مسئولان این کمیسیون افغانستان در سالهای پسین گواه تلفات غیرنظامیان بوده است. از سوی دیگر والی کندهار از گروه‌های درگیر می‌خواهد تا برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان از هیچ نوع کوشش دریغ نورزند. نگرانی ها از افزایش تلفات غیرنظامیان در جنوب کشور. دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه جنوب میگوید که افغانستان در سالهای پسین گواهی افزایش تلفات غیرنظامیان بوده است. مسئولان این کمیسیون افزایش این تلفات را تکان دهنده میدانند و میگویند که حکومت باید در این راستا توجه جدی کند. از سوی دیگر والی کندهار از گروه های درگیر جنگ می خواهد که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از هیچ گونه کوشش دریغ نورزند. زنور زنگور وزیفه در سنگ اساسی وزیفه در چی در امنیتی کنگوز دردی در اجرا خواهد که دیم باید دیر بزن و دیسی چی تلفات نمی خواست که ملکی خلوز در تلفات بروان بود. او هم در اسی زمور در قهرمان و امنیتی کنگوز در ولو دوی ولو دشتی آغاز روزان یو گرلو دادنی که نتیجه کی داده کاش واس دا الحمدلله دادی که دمات این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که آمارهای دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهند در سالهای پسین در حدود 65,000 غیر نظامی در کشور در سالهای پسین جانهایشان را از دست دادند و هزاران غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. باشندگان ولسوالی ازری ولایت لوگر از افزایش ناامنی ها در این ولسوالی شکایت دارند. آنان میگویند که 20 روز می شود که این ولسوالی در محاصره طالبان هستند و تمامی راه های این ولسوالی با مرکز بسته هستند. در این حال شورای ولایتی لوگر هشدار می دهد که اگر عملیات نابودسازی طالبان در ولسوالی آغاز نگردد، این ولسوالی به دست طالبان سقوط خواهد کرد. نگرانی باشندگان ولسوالی ازر ولایت لوگر از افزایش نامنی ها در این ولایت.
باشندگان این ولسوالی میگویند که نزدیک به 20 روز می شود که این ولسوالی از سوی طالبان محاصره شده است. راه های این ولسوالی به شهر پلالم نیز بسته شدند. پیل حالا اوس جنگون اوسو او تلفات مورکل او طالبان هم دیر تلفات ولیدل تقریبا تر 500 کم زیات پورې دوی تلفات ولیدل. یو پاکستانی جنرال چې هغه دا جنگ پروګرام مخکې بو هغه هم پکې زخمی شوی ده او یو بل پاکستانی دلته پراتی دي هله هلته پراتی دي چې لږه خوړه سلدي خوند سپلای کړل دي خوړه لږه خوند سپلای اوس هم ورسې موږ کلینیک لاله حیوانانو ډاکته ټول لګېدلي دا مالته دی ما په حضور چې ولګېدل. شورای ولایتی لوګر نیز میپذیرد که ولسوالی ازرا در محاصره طالبان قرار دارد. ازرا کې د اتلس نن 19 ورځې چې محاصره غځېدلې ده. البته دا محاصره داسې نه ده چې نظامي محاصره ده، بلکې دا اقتصادي محاصره ده. جګړه وسوله، په جګړه کې فکر کوم تلفات ډېر دي او د تلفاتو په ادرس د وسلوالو طالبانو غوسه دی چې تر رسیدلې سه باید په هغو ولسونو باندې لارې بندې سي، د هغو ولسونو په منځ کې حکومت ژوند کوي. خواستیم که درباره این نگرانی های باشندگان ولسوالی ازرا با مقام های امنیتی و محلی ولایت لوگر نیز گفتگو داشته باشیم، اما هیچ یک از این مقام ها حاضر به گفتگو نشدند. همزمان با فرارسیدن عید قربان، شمار از فروشندگان در بازارهای پایتخت از حضور کمرنگ مشتریان و سردی بازارها سخن میزنند. شمار از آنان میگویند که بازارهای پایتخت امسال جنب و جوش سالهای گذشته را ندارد. از سوی هم شمار از باشندگان پایتخت از تنگدستی و بهای بلند کالاها شکایت دارند. و در اخیر هم چند خبر ورزشی داریم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار. تصمیمی که بسیاری از فوتبال دوستان در جنوب و شرق آسیا انتظار آن را نداشتند. لیگ برتر فوتبال اسپانیا لالیگا اعلام کرده است که پس از امضای پیمان با فیسبوک، پخش آنلاین رقابت‌های 380 بازی یعنی 3 فصل آینده این لیگ برای افغانستان، هند، بنگلادش، بوتان، نیپال، مالدیف، سریلانکا و پاکستان رایگان خواهد بود. ما انتظار داشتیم که رسانه‌های اجتماعی بازیگران تازه پخش رویدادهای ورزشی باشند. از همین رو این تصمیم تکان دهنده نیست، اما فکر می‌کنم که در آینده تصمیم‌های اینچنینی بیشتر را گواه خواهیم بود. در سالهای 2014 تا 2018 میلادی امتیاز پخش رقابت‌های لالیگا را در جنوب و شرق آسیا شرکت سونی داشت و برای آن 32 میلیون دلار به لالیگا پرداخته بود. ارزش قرارداد کنونی لالیگا و فیسبوک روشن نیست، اما به گفته این کارشناس بازاریابی آینده از آن رسانه‌های اجتماعی و آنلاین خواهد بود. آنچه که در کشورهای جنوب شرق آسیا می‌بینیم علاقه به ورزش و نیز توان ورزشی است. جمعیت این کشورها بسیارند و نیز بازار دست نخورده‌ای دارد. فیسبوک در شبه قاره هند 384 میلیون کاربر دارد. فرجامین دیدار رقابت‌های لیگ فوتبال 12 سال شهر کابل میان دو تیم اردو و اتحاد صبح امروز برگزار گردید که در نهایت اتحاد توانست با حساب 2-0 تیم اردو را شکست بدهد. خوشبختانه فدراسیون فوتبال افغانستان روی نوجوانان و جوانان فعالیت زیادی داشته، زیاد نوجوانان و جوانان تشویق کردند، حمایت کردند. در این رقابت ها تیم اردو با 5 پیروزی، 1 باخت و 1 مساوی با 19 امتیاز جایگاه نخست، تیم فوتبال اتحاد جایگاه دوم و تیم رسول شهید نیز جایگاه سوم این رقابت ها را به دست آورد. امجور مسابقات را گذار کنند تا بر روی جوان ها بسیار فیاده دارد. بسیار خوش هستم که در تیم ملی سم دو سال میشه که در تیم ملی میزن فوتبال میکنم.
تحت نظر استادان که تمرین میکنن. رقابت های فوتبال لیگ برتر 12 سال شهر کابل از دو ماه پیش با حضور 12 تیم از شهر کابل در ورزشگاه فدراسیون فوتبال آغاز گرده بود که در نهایت با قهرمانی تیم فوتبال اردو به پایان رسید. کاروان ورزشی کشور که روز گذشته برای حضور در رقابت‌های آسیایی راه سپار جاکارتا پایتخت اندونزیا شدند، بامداد امروز به این کشور رسیدند. در این رقابت‌ها به نمایندگی از افغانستان 80 ورزشکار از 16 رشته مختلف ورزشی حضور خواهند داشت. مسابقات آسیایی، مسابقات دست کم نیست، کشورهای بسیار قوی در این مسابقات شرکت کردند و هر کدام آمادگی‌های بسیار قبلی خوبی داشتند. کشور ما هم به مو وسط توان خود که داشت همه برنامه را منظم ترتیب کرده بودن. بالاخره بعد از 24 ساعت به شهر پلنمین جاگرد ها رسیدیم و امیدوار هستم که مسابقه خوب باید نداشت داشته باشیم. کاروان ورزش افغانستان با روی بلند اشتراک میکنند و ما امیدوار هستیم که خوب و قدرتمند بدرخشیم و انشاءالله این کار خواهد کرده. این در حال است که رئیس جمهور غنی روز گذشته تی حکم برای ورزشکاران که از بازی‌های آسیایی اندونزیا مدال به دست بیاورند جوایز نقدی منظور کرده است. قرار است این رقابت‌ها از تاریخ 18 همین ماه میلادی آغاز و تا 2 سپتامبر سال روان میلادی ادامه پیدا کند. بازی هنوز به دقیقه 1 نرسیده بود که اتلتیکو مادرید به گل رسید. ارسال بلند مدافعان اتلتیکو به دیگو کاستا رسید. او با ضربه سر اول خود توپ را از راموز عبور داد و با ضربه سر دیگر واران را از پیش رو برداشت و در بسته ترین زاویه ممکن با ضربه سنگین خود دروازه کلونواس را باز کرد. این گل در ثانیه 49 سریع ترین گل تاریخ سوپرجام اروپا لقب گرفت. رئال در دقیقه 27 با همکاری اعضای باقی مانده از مثلث بی بی سی به گل تساوی رسید. حرکت پرسرعت بیل از سمت راست زمین با ارسال پای راست او همراه شد. این ارسال بعد از استفان ساویچ به کریم بنزما رسید تا او با ضربه سر دروازه اوبلاک را که از دروازه خارج نشده بود باز کند. بازی در نیمه دوم شکل نسبتاً آرام داشت تا اینکه رئال در دقیقه 62 صاحب یک ضربه پنالتی شد. سرخیو راموس پشت توپ ایستاد و بعد از چند مکس توپ را برخلاف مسیر اوبلاک به سمت چپ دروازه زد تا رئال 2-1 پیش بیفتد. اتلتیکو در دقیقه 79 گل مساوی را زد. این گل را نیز دیگو کاستا زد تا مهاجم ملی پوش روخی بلانکوس گل دوم خود و تیمش را به ثمر برساند. اتلتیکو در دقیقه 98 گل سوم را زد. اشتباه واران در دفع توپ پشت محوطه جریمه توپ به ساول رسید و او از روی خط محوطه جریمه با تور دروازه نواز زد تا شاگردان سیموند دوباره از رئال پیش بیفتد. اتلتیکو در دقیقه 120 توسط کوکا توانست به گل چهارم برسد. در نهایت اتلتیکو موفق شد در پایان 120 دقیقه با نتیجه 4-2 رئال را شکست دهد تا برای سومین بار قهرمان سوپرجام اروپا شود. کاروان ورزشی کشور صبح امروز برای حضور در رقابت‌های آسیایی افغانستان را به قصد جاکارتا پایتخت اندونزیا ترک کردند. در این رقابت‌ها به نمایندگی از افغانستان 80 ورزشکار از 16 رشته مختلف ورزشی حضور خواهند داشت. امیدوار ان شاء الله چې د دې آسیایي سیالۍ نه مونږه خپل استراوند خپل جواب تولو او د افغانستان بیرغ خپل قهرمانانو په واسطه باندې اوچت. این دوره انشاءالله که بخواهیم بتانیم برشکارهای مردده بتانن هم رنگ رنگ مدال ها را تحویل بتن و هم تعداد مدال ها را انشاءالله بتانن بخیر تعدادش بالا ببرن. در همین حال ورزشکارانی که در این رویداد ورزشی حضور پیدا کردن و دمید هند دست پر برگردن. خواهش میکنم از تمام مردم افغانستان که همه ورزشکارای تیم ملی کشورشان را دعا کنند تا به خیر خواست خدا بود به دست پر به کشور خود برگردند. چند ماهی میشه که به ایران با هزینه شخصی خود قرنطین هستم و برای این مسابقات آمادگی گرفتم. امیدوارم که نتیجه خوب بگیرم. پادگیها نسبت به دیگر مسابقات خیلی خوب است بخاطر که تمام ورزشکارا از وقت قرنطین شده بودن و همگی باید روی بالا یک بار در مسابقات اشتراک بگیرن.
این در حال است که رئیس جمهور غنی روز گذشته تا حکم برای ورزشکارانی که از بازی‌های آسیایی اندونزی مدال به دست بیاورند جوایز نقدی منظور کرده است. بر اساس این حکم برای ورزشکارانی که مدال طلا به دست آورند مبلغ 10000 دلار آمریکایی، برای ورزشکارانی که مدال نقره به دست آورند 7000 دلار آمریکایی و برای ورزشکارانی که به مدال برنز موفق شوند 5000 دلار آمریکایی پرداخت می‌گردد.